آقای قاضیان، مراسم چهلم ریشه مذهبی داره، اما چیزی که در ایران میبینیم این که بی توجه به اون مفهوم مذهبی بهانه ایه برای اعتراضات. همینطوره. ببینید، چون شکلای اعتراضی که از یه جای ناگهانی نمیافتن تو دل یه جامعه، معمولا از دل سنت‌های اون جامعه یا از دل سنت‌های جامعه‌های دیگه در میان. مثلا همین مراسم چهلم رو در نظر بگیرید. مراسم چهلم به آدم‌ها توی جامعه برای اعتراض یه امکاناتی میده که از دل همون سنت بیرون اومده، مثلا امکان زمان و امکان مکان. یعنی همه میدونن چهلمین روز یه اتفاقی قراره بیفته در یه مکان خاصی، مثل مزار یا منزل فرد یا جایی که طرف پرستش میکرده یا هر چیز دیگری. بنابراین این امکان زمانی و این امکان مکانی که این واقعی که از دل سنت بیرون اومده به آدم ها میده، فضای آشنایی است که آدم ها رو میتونه بسیج کنه بیان به سراغ. مثلا شما اگر بگید 17 فوت کسی به جای بیان، براشون تعجب آوره و معنایی نداره، ولی اون معنای چهلم از دل سنت بیرون میاد، اما به روز میشه، تکونده میشه، اون پیرایی هایی که امروز آدم ها مناسب نمیدونن ازش زدوده میشه و تبدیل میشه به یه امکان زمانی و مکانی برای حضور آدم ها. چون اون آشنایی که شما از دل سنت دارید با این نوع از مراسم امکان میده که آدم ها زودتر بپیوندن. میدونیم که یه تکنیک خیلی مهمه که در تبلیغات هم استفاده میشه، یعنی آشنا بودن با چیزی که شما قراره بهش بپیوندید. چهلم به نظر من در سنت فرهنگی ما چنین موقعیتی رو داره و همونطور که شما گفتید ممکن با پیرایش امروزی عرضه بشه به عنوان یک شکل و بستری برای اعتراضات. آقای قاضیانی، مسئله دیگه که در مورد این اعتراضات وجود داره اینه که معترضان از همون لحظه اول که به خیابون‌ها آمدن خواستهشون مشخص بود و مشخصا رفتن سراغ اصل مطلب و اون سرنگونی جمهوری اسلامی. در بعضی تظاهرات سال‌های گذشته طول می‌کشید تا به این نقطه برسن، این رو چطور می‌بینید؟ به نظر میرسه برای این تحولاتی که در این سالها رخ داده، به ویژه اعتراضات، یه شکل تکاملی پیدا کردن. یعنی همه کم کم یا لااقل معترضان دارن به این نتیجه میرسن که اگر چیز مهمی رو بخوان تغییر بدن، این خود جمهوری اسلامیه. یعنی بدون تغییر جمهوری اسلامی انگار بقیه خواسته ها قابل حصول نیست و چیزی که جلوی زندگی رو، زندگی معمولی که این آدم ها در شعار زن زندگی آزادی میخوان، گرفته خود جمهوری اسلامی. بنابراین شاید این یه عاملی شده که اونا برن به سمت اصل مطلب و فکر کنن مادام که چنین جمهوری اسلامی با چنین مشخصاتی بر سر کاره، ما نمیتونیم به اون چیزهایی که خواستای پایین‌ترمون برسیم. و همین دلیلم شاید شما ببینید که 3 شعار عمده در اغلب جاها مشترکه: مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای و همینطور مسئله زن زندگی آزادی. 3 شعار نسبتا مشترکی است که همه جا هست و فکر می‌کنم پایه مشترک اونها اینه که زندگی می‌خوایم که این دیکتاتوری جلوش رو گرفته و ما طالب اون باشیم باید شعارهامونو به همون سمت هم به اصطلاح سرازیر کنیم و معطوف کنیم. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن، ممنونم از شما.